سلام دکتر سوای عزیز، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ دکتر سوای عزیز، امروز براتون پروسیجری که تشریح میکرم، یک اکسترکشن دندان مولر اول در فک سفلی است، طرف چپ مریض. این دندان قسم که در اکسری دیدیم آرسیتی شده، و این دندان اگر ما شما مستقیما توسط فورسپس بکشیم شاید میده و تکه تکه شود، و همین دلیل سکشن میشه و به حصه ها تقسیم میشه. خاطر سکشن کردن ما نیاز به انپیس سرعت زیاد ضرورت داریم، و همچنان دیجه باید آب فراوان استفاده شود. در زمین به انپیس خود باید از برک استفاده میکنیم، باید برک کاربوید باشه، از دایموند استفاده نمیکنیم، چون کاربوید نسبتا در قطع کردن همچون دندان ها خیلی سرعت بالا داره و به خوبتر طریقی خوبتر میتونیم پوره قطع کنیم. قسمی که میبینین از طرف بکل و طرف لینگوال قطع کردن شروع میشه. همچنان وقتی که دندان ما از تاج به طرف صاحب بایفورکشن قطع کردیم، باید به دو حصه مکملا تقسیم شده باشه، و بعدا توسط استریت الیواتور در بین همینجا ساحیر که قد کردیم دیجه الیواتور ما قرار داده میشه، و اگر کلام نقطه تماسی وجود داشته باشه توسط الیواتور میده میشه، بعدا توسط الیواتور ما دندانه کمک لگزیب میتیم، شورش میتیم، و این شور دادن باید قسمی باشه که به دندان مجاور صدمه نرسه و فشار برای دندان دیگر نیاره. بخاطر این ما شما فشار نوک الیواتور باید بالای استخوان الویول قرار بده. بعد از اینکه ریشه هایی که مثلا سپریت شده یا جدا شده تحرک پیدا کرد، یعنی حرکت پیدا کرد، توسط روت فورسپس و یا هم توسط فورسپس های پریمولر هم ما شما میتونیم که یک یک دانه ایره از جایش کشیده و دندانه به میشکل بکشیم. خیلی کوشش داری قسم پروسیجر رو باید شوه که دندان مجاور تخریب نشه. هر چی که خیلی متحرک بود همون ریشه رو در میکشیم، بعدا ریشه بعدیش میکشیم. دیجه کوشش میشه که اول نشه میزیان کشیده شد و بعد نشه طرف دستالش کشیده شد. در جریان کشیدن باید خیلی کوشش شد که انساج نرم تخریب نشه، و فقط هم دندان باید مکملا ساحت تاچ از لیول سمنتو این آمال جنچن یا سی ای جه توسط فورسپس گرفته شد، و ابتدا طرف بکل بعد طرف لگوال حرکت داده شد. زمانی که دیدیم که اگر توسط فورسپس کشیده نشد، دوباره باید لگزیتش کردیم توسط الیواتور و بالاخره توسط فورسپس کشیده شود. وقتی که یک ریشه را کشیدیم، ریشه دیگه نسبتا آسان میشه، میتونیم که توسط کراس بار الیواتور و یا هم توسط فورسپس و یا هم توسط الیواتور ریشه باقی مانده را بکشیم.